درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 12 از ماه اوت آگست. در روزهای جمعه از ابتدای این برنامه در این روز ساعت 9 بوده است. بعد از مدتی در واقع مکابره و مشاجره که نه، بحث و شور، قرار شد که این برنامه به ساعت 6 بعد از ظهر انتقال پیدا کند. ما بارها این مطلب رو خدمت شما عرض کردیم، اما کار آماده نمی‌شد تا اینکه دوست گرامی آقای مهندس شجره به من گفتند که کار درست شده است و اون جایی که می‌خواستیم یافتیم، ساعت 6 بعد از ظهر. گفتم تا یک در واقع اعلانی از تلویزیون پارس نشود، این بار دیگه بنده به هموطنان نخواهم گفت، چون بسیار گفتیم و نشد. عرض کنم که قول ما به زمین افتاد. چه شد این داستان؟ اینها گویا اون کپشن تهیه شده. لطفا نشون بدین سپه جان که اگر ما نبودیم خدمتتون روز جمعه ساعت 6، به گردن ما نیست. عرض شود که یک وقتی یکی از این هواشناسان در کانال 9، فراموش نمی کنم، در واشنگتن که بودیم، مریلند، 3-4 روز آمد و هواشناسی رو پیش بینی کرد، همش هم غلط در آمد. می گفت مثلا آفتاب باران بود، می گفت ابریز هوا صاف بود. روز چهارم آمد به خنده گفت آقا اینا رو من نمیگم، جان وین گفته. اگر مشکلی دارید با جان وین طرف شید. جان وین به قلدری مشهور بود. خلاصه حواله داد به جان وین. ما هم اینجا اگر نشد حواله میدیم شما رو به تلویزیون پارس. باری اگر اون کپشنی که اصلا من نمیدونم کپشن چی هم هست، گفتن ما هم شنیدیم هست، لطفاً به تکرار در زیر این برنامه عرض کنم که بفرمایید نشون بدید و هموطنان ببینن. از هفته آینده البته ما برنامه‌مون 1.5 ساعت هست، بکنم روز جمعه ها به 1 ساعت تقلیل پیدا کند. اما خب از صحبت که گفت که ان خیر الکلام قل و دل، عرب گوید، و در مقابلش باز میگوید که المکثار و مهزار. قل و دل یعنی بهترین کلام کلامی است کوتاه و مستدل. المکثار و مهزار، مکثار یعنی پرگو یا بگوست، پرگو یا بگوست. الحمدلله و منه، بین ما پرگو بسیار هست، الحمدلله رب العالمین. چون چونه هامون رو عرض کنم که پیشبندی کردیم و خیلی حرف میزنیم. خب ما در عالم تربیت از بوستان شیخ اجل برای شما داستانی میخوانیم و امشب فکر کنم چون آخرین شب هست از این برنامه های 1.5 ساعت ساعت 9، بعد نباشد که خطها رو باز کنیم و نظرات شما رو هم بدانیم. اگر که ایرادی هست، اگر که نمیدونم انتقادی هست یا بوده است از این برنامه ها در این ساعت، یا پیشنهادی هست، ارشادی هست، میتونید بفرمایید. اجازه بدید که از سعدی بزرگ در عالم تربیت حکایتی برای شما بخوانم. یکی از مطالبی که هیچ کس به اون توجه نکرده است در سعدی بزرگ آن است که این بزرگوار روشنبین روشنفکر آمده است این بوستان و این گلستان، در بوستان و در گلستان و در غزلها نقد بسیار بر سطحی اندیشان و ملایان و دین اونها وارد کرده است. بسیاری از قضاهایی که جزء لاینفک فقه هست و فروع دین هست و اصول دین هست و اینا، سعدی با آوردن داستان شیرین و نقل قول از دیگران آورده و اینها را نقد کرده.
می شود یک دفتری پرداخت از این. اگر عمر ما کفاف کند شاید این کار هم کردیم، یعنی جمعی انتقادات سعدی که اینها نقد دین هست رو در یک دفتر جمع آوری کنیم بسیار خواندنی خواهد بود. باری اینجا یک کسی روزه گرفتن رو وضو رو یاد این بچه میداده. حالا من میخونم. بله نشون بدی قربون برنامه سرزمین جبه. من ساکت میشم شما این بله برنامه سرزمین جاوید با بهرام مشیری که بنده باشم از هفته آینده جمعه ها 6 پی ام. بسیار خوب، این اناونسمنت تلویزیون پارس است. خب میفرماید به تفلی درم رغبت روزه خواست. بچه که بودم هوس کردم که روزه بگیرم. منم میخوام خدمتتون عرض کنم که بند یک روز روزه گرفتم، نزدیکای ظهر گرسنه‌ام شد. گفتیم آقا آدم عاقل میاد این کار میکنه برای چی؟ گفت جدم به کنار، تنبک را بیار. ما آمدیم و یک نهاری خودمون تهیه کردیم، یک نیمروی بود و اینها، جای شما خالی، خوردیم. گفتیم آقا آدم عاقل این کار رو نمیکنه، به صرف اینکه یک آدمی آمده 1400 سال پیش که علم و اطلاعاتش از بنده بسیار کمتر بوده یه حرفی زده است، این دلیل نیست که بنده او رو پیروی کنم. خرد رو طبیعت و خداوند برای همین آفریده، تنها مرشد ما خرد هست. یادمون نرود، تنها مرشد و قاضی در هر امری خرد هست، نه خداست و نه پیغمبر است و نه علی ابن ابی طالب است و نه جعفر صادق است و نه پاپ اعظم است، خرد. این سخن رو عرض کنم، محمد ابن زکریای رازی 1000 سال پیش به میان آورد اون مرد بزرگ که در فرزانگی و خردمندی در تاریخ ما بی‌نظیر بوده. علل اطلاق رازی بی‌نظیر است در زمینه روشنبینی و نقد دین. محمد ابن زکریای رازی بی نظیر بود. میگوید خرد، مرشد فقط خرد است، نه خداست نه پیغمبر نه آیت الله، خرد برای همین است. خرد راهجوست، خرد کشاف است و خرد راهبر است انسان را و نه چیز دیگر. باری اینم حواس کرده که حالا روزه بگیره مثل بنده. نمیدونم حالا چند سالم بود، شاید 13-14 سال. یک روز هم چون به خاطر رسید معلمی داشتیم، گفت من دلم میخواد که فردا صدای همه شما رو بشنوم که دارید از اون میگی رو پشت بام. کلاس اول دوم شاید، بله کلاس دوم ابتدایی، ما دیدیم که صدای یوسف بلند شد داره الله اکبر میگوییم. خب ما هم گفتن، ما آمدیم این اونجا ساختمان ها آرشیتکت ده گنبد 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 بود، ما رفتیم سر گنبد دست گذاشتیم اینجا، گفتیم الله، بقیهش از گلوی ما نرمد. گفتیم آقا این کار آدم عاقل نیست، من نمیدونم از اون گوه مگه من مؤذنم. آمدیم پایین، کلی هم خجالت کشیدیم و استغفار کردیم از همون اللهی که گفتیم، اکبرش هم نگفتیم. میخوام خدمتتون عرض کنم که این کفر ما در خدمت شما عرض میکنیم، کفر ما قدیمه، جدید نیست. ولی بقیه خب گفتن خوندن و اینها، عرض شد که فرضاً کسی از ما مؤاخذه نکرد بابت این. فکر کردم که کسی یه ذره عقل داشته باشه این همچی کاری نمی کنه. باری این از آن گفتن ما بود و اونم روزه گرفتن. اگر که نمازم که مطلق. خب به تفلی درم رغبت روزه خواست، ندانستمی چپ کدام است و راست. من انقدر خورد بودم که چپ و راست تشخیص نمی دادم، اما دلم میخواست که روزه بگیرم. اون نام و معلم ما هم یادش بخیر آقای قیومی بود. آقای قیومی این موتوری هم داشت، میامد ده اونجا تدریس میکرد و میرفت، مرد بسیار بسیار شریفی بود.
اگر که ایشان در حیات هستند درود بر ایشان، اگر که نیستند خداوند ایشان را رحمت کناد. یکی عابد از پارسایان کوی، همی شستن آموختم دست و روی. یه عابدی هم همسایه ما بود، وارد بود به این امور، آمد به من شروع کرد آموزش وضو گرفتن و دست و رو شستن. یکی عابد از پارسایان کوی، همی شستن آموختم دست و روی. که بسم الله اول به سنت بگوی، دوم نیت آور، سوم کف بشوی. به ترتیب برا ما گفت. اول گفت این داستان روزه با بسم الله شروع میشه چون سنته، دوم نیت میکنی، سوم دستتو میشوری، پس اونگه دهن شوی و بینی سه بار، مناخر به انگشت کوچک بخار. مناخر و منخرین این جمعن هر دو، یعنی سوراخ بینی رو با این انگشت کوچک شما شروع میکنی تمیز کردن، خاراندن. بله. به سبابه دندان پیشین بمال، که نهی است در روزه بعد از زوال. و از اون پس سه مشت آب بر روزن، ز رستنگه موی سر تا ذقن. معنیش کاملا آشکار هست. بله. دیگر دست ها تا به مرفق بشوی، ز تسبیح و ذکر اونچه دانی بگوی. دیگر مسح سر بعد از اون غسل پای، همین است و ختمش به نام خدای. ترتیب وضو گرفتن آماده شدن برای نماز رو اون پارسای کوی به سعدی یاد میدهد که کودک بوده است. حالا وقتی به اول شخص صحبت میکند هیچ دانسته نیست که حقیقتا اینها بر سعدی رفته یا از کسی شنیده، اما در شیرینی و لطافت بی نظیرند داستانهای سعدی. کس از من نداند در این شیوه به. اینجا دوچار کبر شد این آقا معلم، که هیچ کس مثل من این مراسم و مناسک نماز و عبادات رو بلد نیست. کس از من نداند در این شیوه به، نبینی که فرتوت شد پیر ده. حالا این جا یک ایهامی درش هست، یکی اشاره هست به خود شخص که میگوید من که پیر ده هستم فرتوت شدم، در این راه پیر شدم و تجربه آموختم و داناترینم. میگه معنیش این هست. یا اینکه اشاره هست به مردی که او هم دانای کار دین بوده اما فرتوت شده بوده، احتمالا شاید معنی این باشد چون داره غیبت میکنه. شنید این سخن ده خدای قدیم، بشورید و گفت ای خبیث رجیم. همون کسی که پشت سرش گفت فرتوت شده. ده خدا یعنی کسی که صاحب ده هست، اصولا مثل خانه خدا، صاحب خانه. شنید این سخن ده خدای قدیم، بشورید و گفت ای خبیث رجیم. نه مسواک در روز گفتی خطاست، بنی آدم مرد خوردن رواست. گفت تو از مسواک ایراد گرفتی در کار روزه، اما مرد خوری کردن چگونه است؟ آدم مرده خوردن، بنی آدم مرده خوردن، یعنی شما وقتی غیبت میکنید مثل اینکه گوشت اون آدم رو داری میخوری، داری غیبت میکنی، عمل انقدر زشت هست. دهن گوز ناگفتنی ها نخست بشود، اونگه از خوردنی ها بشست. کسی را که نام آمدن در میان، به نیکوترین نام و نعت نعتش بخوان. آقا اسم هر کس که میاد از او با احترام یاد کن، به بهترین نام، به نیکوترین لقب که میتوانی از آدمی که نیست
با احترام یاد کنیم. این غیبت هم خودمانیم، در بین ما یک سنت رایج و یک فرهنگ نامحمودی است و بسیار بنده شاهد بودن که پشت سر یک آقای خانمی دست جمعی مشغول بودند و اون خانم یا آقا از در در آمد، همه بلند شدن روبوسی، آقا ذکر خیر شما بود اینجا، الان تشریف نداشتید، همه ما ذکر خیر شما. این یکی از بدترین صفات همین است. این عرض میکنم که خیلی خیلی کار رذلیست. این کار کسی را که نام آمدن در میان، به نیکوترین نام و نعتش بخوان، چو همواره گویی که مردم خرند، مبرزن که نامت چو مردم برند. چنون گوی سیرت به کویندرم، که گفتن توانی به رویندرم. وقتی از صفات من صحبت میکنی در کوچه و بازار، چیزی بگو که روبروی منم که نشستی من میتوانی اون حرف رو بزنی. چنون گوی سیرت به کویندرم، که گفتن توانی به رویندرم. وگر شرمت از دیده ناظر است، نه ای بی بصر غیبدان حاضر است. یک کسی نباشی خدا که هست، نیاید همین شرمت از خیشتن، که از او فارغ و شرم داری ز من. خجالت نمی کشی، میگوید از خدا خجالت نمی کشی، اما از من خجالت می کشی. تو بایستی اول از خدا خجالت بکشی. بعد داستان آورده یک داستانی دیگر. طریقت شناسان ثابت قدم، به خلوت نشستن چندی به هم. یکی زنمیان غیبت آغاز کرد، در ذکر بیچاری باز کرد. کسی گفتش ای یار شوریده رنگ، تو هرگز قضا کرده ای در فرنگ؟ این بود بزرگترین فضیلت، این بود که کسی برود در فرنگ، یعنی در اروپا، با مسیحی ها جنگ بکند. زمان سعدی دوران جنگ های صلیبی هم هست. بله، بگفت از پس چار دیوار خیش، همه عمر ننهادم پای پیش. چنین گفت درویش صادق نفس، ندیدم چنین بخت برگشته کس. که کافر ز پیکارش ایمن نشست، مسلمان ز جور زبانش نرست. چه خوش گفت دیوانه مغزی، حدیثی کزان لب به دندون گزی. من ار نام مردم به زشتی برم، نگویم به جز غیبت مادرم. که دانند پروردگان خرد، که طاعت همون به که. بله، اینجا که به طور کل شعر رو به هم ریخته، که طاعت همون به که مادر برم، که به طور کل ابیات رو جا به جا چاپ کرده. به هر حال رفیقی که غائب شده نیک نام، دو چیز است از او بر رفیقان حرام. یکی اون که مالش به باطل خورن، دوم اون که نامش به زشتی برن. هر اون که برد نام مردم به آر، تو چشم نکویی از او از وی مدار. که اندر قفای تو گوید همان، که پیش تو گفت از پس مردمان. کسی پیش من در جهان عاقل است، که مشغول خود و از جهان غافل است. و هر کس آمد پیش شما و غیبت دیگران کرد، مطمئن باشید 100% سخن شما را هم یک جای دیگه پهن میکنه و مشغول میشه به غیبت کردن. بله، سعدی از غیبت بسیار بیزار بوده است. یک جای دیگری هم میفرماید: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. بعد میرود پیش استاد، میگوید آقا فلان بر من حسد میبره. چه
من داد معنی دهم در حدیث، برایت به هم اندرون خبیث. بعد استادش میگوید که درست است که حسادت چیز بدی است، اما چه کسی به تو گفت که غیبت چیز خوبی است؟ باری این هم از شیخ اجل سعدی بزرگوار. خدمت شما عرض کنم سوالی که از ما می شود بسیاری اوقات این است که آقا کی قرار است ما آزاد بشویم؟ بنده رو به یاد یک داستان کوچیک بود منسوب به لقمان حکیم، نمیدونم تو کلاس دوم سوم ابتدایی لقمان نشسته بود یک جایی سر یک چشمه، یک پیاده ای رد میشد، گفت آقا من کی به شهر میرسم؟ گفت راه برو. گفت آقا جواب سوال منو بده، کی من به شهر میرسم؟ گفت راه برو. هی تکرار کرد. آخر گفت آقا تو ایستادی از من میپرسی که به شهر میرسم، به جای این حرف زدن راه برو میرسی. داری تا زمانی که ایستادی و داری از من این سوال رو میکنی هیچ موقع نمیرسی. داستان ما داستان غم‌انگیزی است هموطنان، یعنی ما به زور عادت کردیم متاسفانه در کشور بزرگوار ما ایران زمین جز زور چیز دیگری حاکم نبوده، خرد حاکم نبوده، حاکمیت در واقع عقل جمعی حاکم نبوده، زور بوده، حاکمیت زور، یعنی یک نفر چماق به دست گرفته و گفته همه شما تسلیم من و عقل من از همه شما برتره، خلاف خواست من هر که عمل کند من او رو به قتل میرسونم، منزلش آتش میزنم، زن و بچهش رو تبعید میکنم، از همین کارا که مستبدی میکنن. و این رویه ادامه داشته. بسیار همت کردیم ما، بسیار همت کردیم دو انقلاب برای آزادی و داشتن اختیار که اونم به جایی نرسید. این است که ما مجبور و محکوم به انقلاب سوم حتما هستیم هموطن. اما انقلاب عرض می شود که شرط لازم است اما شرط کافی نیست. شرط کافی برای رسیدن به سعادت آن است که ما دارای اون پدیده‌ای که الیت گفته می شود، یعنی پیشروان فکری، برجستگان باشن و این گروه الیت ملت رو به سرمنزل مقصود راهبر شود، مثل همین ایالات متحده آمریکا که این الیتی که بودن اینها منافع شخصی و فردی رو مد نظر نداشتن. بزرگترین گرفتاری ما در موضوع تشکل و تجمع و تحزب عرض می شود که این است که چی گیر من میاد، کی من رئیس میشم، برای من چه چیزی در اینجا هست. این است که این الیت رو ما نداشتیم متاسفانه. داشتیم فرزانگان، آدم های دانشمند، آدم های وطن دوست، اما این که اینها اندیشهشون رو در راستای منافع ملی به کار ببرن نداشتیم. بنابراین بدون این عنصر دوم ما به جایی نخواهیم رسید. اما حتما و قطعا این جبر تاریخ و جبر زمان است که در کشور ما آزادی و حاکمیت ملت برقرار شود و خواهد شد و خواهد شد. این جبر تاریخ است. اون گروه الیت هم پیدا خواهد شد بعد از این تجارب تلخ در واقع باطل شدن کوشش های مشروطه و به سرقت رفتن انقلاب 57 به دست خمینی که حیله‌گر مردی بود و دروغ زن ملایی بود و انسان بسیار بسیار جنایتکاری بود. اینها بعد از این دو تجربه تلخ حتما روزی خواهد رسید که مردم ما روی آزادی رو
ببینن و حکومت زور و استبداد برخیزد. ما اونقدر در واقع طبقه خود رو پایین آورده ایم که استبداد رو با استبداد مقایسه میکنیم و هرگز فکر نکردیم و نمی کنیم که آقا ما لایق آزادی هستیم، ما لایق قانونمندی هستیم. این مردم بزرگ تاریخی در واقع دور از شأن اوست که زیر سلطه زور زندگی بکند و عرض کنم که هر روز فرزندانش رو ببرن به زندان‌ها و سیاه‌چال‌ها شکنجه کنند و بکشند و هیچ گونه آزادی بیان در انتقاد از مستبد نباشد. سعدی ما رو امشب در کانال اخلاق انداخت. یه مطلبی به ذهن من هست، مدت‌های مدید فراموش کردم بهش اشارتی بکنم، و اون این که این آقای علیرضا افتخاری صاحب یکی از زیباترین صداهاست. علیرضا افتخاری صاحب یکی از زیباترین صداهاست و به صورت در این فضای جمهوری اسلامی کارهای بسیار کرده. یک اتفاقی افتاد اونطوری که ما خوندیم و اینها، رویاروی می شود با احمدی نژاد، روبوسی کرده با احمدی. خب من میخوام بدانم که چند نفر از ما ناگهان روبرو بشویم با مثلا احمدی نژاد که جای یعنی راه فرار نباشه، ناگهان مواجه بشویم با احمدی نژاد که حالا رئیس جمهور مملکت، اونم با لبخند داره میاد جلو و آقا رفته روبوسی کرد. چرا ما فکر نکردیم که این مرد در محضوریتی افتاده و ادب به جای آورد؟ اونچنان به ریشه تصویرشون رو نشون بدیم، اونچنان به ریشه این مرد زدن هموطنان ما که حتی فرزند ایشون هم در امان نموندن، مادرشون رو گویا مثل که زدن یا هل دادن یه جایی به زمین، اینجوری که من شنیدم. ما که دست دست رفتیم رأی دادیم به احمدی نژاد، حالا این بیچاره اونجا یه مرد هنرمند اونجا در یک موقعی گرفتار شده که رفته، دیدم من بسیار از هنرمندان بزرگ ایران که نمیدونم دست آخون رو ماچ کردن، دست آقای رفسنجانی رو، اما کسی چیزی نگفت. چند تن از بزرگان سینما رو من دیدم که این کاری کردن و قوقایی که مثل این که این مرد بزرگترین جنایت رو انجام داده و بسیار بد بود، به نظر من بسیار بسیار بد بود. ما ایرانی ها عرض کنم که یک ادبی داریم، حالا این ادب سنت شده یا این که نمیدونم احترام داریم برای این فضیلت و ادب فضیلت، که روبوسی رو خیلی سریع به جای می آوریم. یک اندک چه شرایطی باشد روبوسی می کنیم. حالا چرا فکر نکردیم که این آقا، این مرد هنرمند اونجا دچاره محضوریت اخلاقی شده که دستشو بیاره جلو و روبوسی کنه؟ این همه سر و صدا و تحقیر و اینا، اصلا به بچه گفتن این آقا مریض شد، نمیدونم مدتی کاتکار کناره گرفت، از اینجور داستان ها. یکم بخشنده باشیم آقا، یکم جنبه های مثبت قضایی رو در نظر بگیریم، نکوبیم اینطور از ریشه بخواییم کسی رو از میان برداریم که آقا احمدی نژاد دست داده دارم. و بعض ما اونقدر پیش رفتیم در این گونه تعصبات بسیار زشت که میگوییم این ورزشکاران ایرانی که میان طلا میگیرن خیانتکاران به ملت ایرانه. آقا این چه حرفیش میزنی؟ این چه فکریه پلیدیش واقعا؟ اینا بچه های ایران هستن، هزار مزیقه در زندگی این ورزشکاران هست. برنده طلا رو ما دیدیم که در کنار خیابون فساد گذاشته بود، داشت نمیدونم چی میفروخ، اسباب بازی میفروخ، زندگیش بگذره.
اینها خائنین ای به ایران هستن به جهت اینکه اینا برای جمهوری اسلامی طلا میارن. نه آقا، برای جمهوری اسلامی طلا نمیارن، اینا ورزشکارن با هزار جور گرفتاری و بدبختی و گرسنگی و نمیدونم مشکلی که بر سر آخوند که با ورزش که سر صلح نداره، که سر جنگ داره. شما نگاه کنید المپیک در جریانه، تمام دختران لایق جهان در زمینه ها آمدن و رقابت ورزشی از چه میزان زیباست. هیچ اثری از زنان ایران نیست. شنیدم حالا یک بانوی با چادر و چاقچور و اینا در تیراندازی آمده شرکت کرده و اینا. این است که یک کمی رحم داشته باشیم آقا، یک کمی توجه کنیم به قضایا. چگونه این ورزشکاران خائنین به ملت هستن؟ بفرمه قربان. آقا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. شب شما بخیر. شب شما بخیر و شادی. بفرمایید. من خواهشم این هستش که شما تلفن شخص خودتو روی پرده سینما هم اگر عنایت بفرمایید بد نیست که گاهن کسی بخواد با شما صحبت کنه. خدمتتون عرض کنم که چشم، برای من میسر نیست که هر روز، ولی اعلام خواهم کرد که روزهای یک شنبه در خدمت شما باشم. اگر که صحبتی هست همبتن هم بتوانن با هم صحبت کنیم. فکر خوبی کردید، حتما این کار رو خواهم کرد. زنده باشید، بیشم مزم نباشم. خواهش میکنم، لطف فرمودید. بخیر، قربان شما. آقای سوال فردی داشتم. نقش آقای سلمان فارسی در به وجود آمدن دین اسلام چی بوده؟ خیلی ممنون میشم اگه توضیح بدید. بله خیلی ممنون. امری دیگه نداشتید؟ تشریف بردم. عرض میکنم این مطلب به کرات و مرات ما اینجا توضیح دادیم در طی سالیان. سلمان فارسی یکی از ناراضیان دولت ساسانی بوده که سفر کرده در سمت سوریه و در اون نواحی او را اسیر کردن و در اسارت بود که آوردنش به مدینه. در مدینه پیامبر اسلام او را خریده و با او صحبت کرده، او را مرد دانایی دیده و از مشاوران تراز اول پیغمبر اسلام بود سلمان و از نزدیکان او بود و سلمان بوده که اطلاعات بسیاری از وضعیت ساسانیان در اختیار ایشون گذاشته. سلمان بوده است که تاکتیک جنگ ها رو به ایشون یاد میداده، من جمله کندن خندق در اطراف مدینه در جنگ احزاب که قریش آمدن و محاصره کردند و خندق کنده بودند و میگویند عمرو ابن عبد ود، که عبد ود هم میگویند، آمد گفت به خدا سوگند که این خندق این نیرنگ پارسیان است و بازگشتند. و اون که مربوط به آیین مزدک و اون سوسیالیزمی که مزدک پیشنهاد کرده بود سلمان به خوبی میدانسته و به ایشان یاد میداده و نقش بسیار مهمی داشته، اما در حق ایشان اغراق کردن. از جمله اون که خود اعراب گفتن که این قرآن رو این سلمان یاد میدهد، در قرآن هم منعکس شده که میگوید این مرد پارسی است، عربی نمیداند. این است که نقشش خیلی خیلی مهم بوده. و وقتی هم که عمر سپاه فرستاد به جنگ ساسانیان به سرداری سعد بن ابی وقاص که از خیشان رسول بود، این سلمان به همراه سپاه بود و هموطنان را تشویق میکرد به تسلیم. و وقتی هم که ساسانیان شکست خوردن متاسفانه، این سلمان شد شهردار مدائن و
و در همون جا بود تا همون جا فوت شد. این به کوتاهی داستان سلمان است در موضوع خلافت ابوبکر، سلمان و مقداد و چند تن دیگر و عمار یاسر. اینها طرفداران حکومت علی بودند و میشود او رو از نخستین شیعیان دانست. شیعیان به مفهومی که ما میشناسیم یعنی طرفداران اولاد علی، چون شیعه در لغت عرب به معنای پیرو هست و دوستدار. شیعیان عثمان داشتیم، شیعیان معاویه داشتیم، اما رفته رفته این اسم خاص شد و به دوستداران فرزندان علی عرض میکنم که اطلاق شد و همون جا موند و جز در واقع اسم خاص شد. این است که سلمان از نخستین شیعیان هم هست و کمک بسیار کرد به پیشرفت اسلام صدر. اینا مختصری است که اینجا میشود گفت. اما ای که نمیدونم واژه مسلمان از مسلمان آمده، اینها سخنان پراکنده بیهوده است. اینم که ایشان قرآن یاد میداده، نوشتن قرآن به رسول، اونم سخن بیهوده است. اما نقشش بسیار مؤثر بوده در پیشرفت اسلام و تعلیمات اسلام. بفهم افتخار من هموطن. راجب آقای افتخاری، من فکر میکنم یه مقداری از نظر سیاسی تو استفاده شده از ایشون، همونطور که با آقای عزت‌الله انتظامی کردن. بله. هر صورت چه ربطی داره با هنر ایشون، حتی اگر عقاید شخصیشون اون باشه؟ زنده باد. سوال من اینه که راهی هست که یک انجمنی، یک شخصی، یه چیزی رو شروع بکنیم و ایشون رو دوباره باز زنده کردن این با نمیدونم امضا بگیریم، یا خبری یه کاری بکنیم با اینا که ایشون رو دوباره بیاریم، برای اینکه این دیگه کمیاب شده. بعد از اساتید بزرگ موسیقی ایران دیگه کسی نداریم ما الان. بله همینطوره. اینه که من فکر میکنم اگر پیشنهاد بکنید یا یه نفر پیشنهاد بکنه یه سایتی تو فیسبوک، تو هر کدوم از این رسانه‌های اینترنتی، که ما شروع کنیم که ایشون رو تقاضا بکنیم که بیاد برگرده. مگر که به طور کل ترک کار هنر کرده مگر ایشون؟ نه منظورم از نظر همین که شما قبلا فرمودید، همون دلجویی بشه، یعنی میفرمایید از ایشون؟ بله و باز دوباره تشویق بشه. بله موافقم با شما. این کار چیز هموطنان هست دیگه واقعا، چون بی‌اندازه این آمریکایی انگلیسی زبانه لغتی دارن میگوین اوور ریاکتینگ، یعنی زیاده از حد در باب یک مطلب اغراق کردن و کار رو به جای باریک رساندن. آقا چه گناهی مرتکب نشد؟ این مرد که خیانتی به وطن نکرد. این ببین آقا، خائنین پرن، هر روز جیب ملت رو دارن خالی میکنن، بچهای مردم رو به دار میکشن، اونها رو باید بچسبین. نه این یک خواننده که حالا روبوسی کرده با اون رئیس جمهوری که مردم رو انتخاب کردن، احمدی نژاد. این است که من با شما موافقم، این کار صحیحی نبود، به لحاظ اخلاقی کار بسیار زشتی بود، این اعمال و رفتاری که با ایشون و با خانوادش کردن. اینه که لازم آمد من اینجا اشاره‌ای بکنم و خیلی ممنونم که شما هم پیشنهادی دارید. خیلی سپاسگزارم هموطن. قربان شما، خیلی متشکرم. قربان شما، فدای شما. خواستم یه سوالی از شما بپرسم در رابطه با این شعرها. شما هر دفعه حالا از حافظ قبلا میخونین، این دفعه از سعدی برای ما میخونین. ما این سعدی رو که نگاه کردم، یعنی در واقع من سعدی رو که میخونم حکایتاشو، احساس میکنم که پیچیدگی خاصی داره حکایتاش. یعنی در واقع جاهایی سعدی معجزه میکنه و در یک جاهایی به شدت میتوپه به اقلیت ها
به اشخاص دیگر. این پیچیدگی ذهن برفرض سعدی چجوریه؟ آیا این پیچیدگی در ماها ایرانی هم هست؟ یعنی ما اینا را به ارث بردیم که اینقدر ما تناقض داریم در خیلی کارها هم دیگه. من فکر می‌کنم این یک مسئله شاید تاریخی باشه. در ضمن یه سوال دیگه هم داشتم، اینکه این عکس‌های شعرا که رسید از فردوسی، انوری، سعدی، حافظ، این عکس‌ها یا حقیقی هستند یا نه اینها هم زاده ذهن خود ما هست که ما اینا رو کشیدیم، یا نه اینا واقعا چهره‌های حقیقی این شعراست که به ما رسیده؟ بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. امری دیگری نداری؟ نه، لطف دارین آقای مشیری، یک دنیا زنده باشید. خواهش میکنم عزیزم، ممنونم از شما. عرض میکنم که یه مطلبی رو توجه کنیم، این است که شاعر بیشتر تحت تأثیر عواطف هست تا تعقل. شاعر به ذوق میاد یک سخنی میگوید. حتما نمیتوانیم ما بگوییم که قطعا شاعر در اون لحظه اندیشش چنین بوده و تفکرش چنین بوده. تناقضایی که میفرمایید، بعض اوقات سعدی داستان ها آورده و بله میبینیم که تناقض درش هست، بر صورت تربیت نااه را چون گردکان بر گنبد است، پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است. و بعد ما میبینیم یک داستانی دیگری میآورد که کاملا در تناقض است با این داستان. گفت گلی خوشبوی در حمام، روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم. پس اونجا یا این که سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. بله، یعنیم در تناقض از با داستان نخستین. این تناقض اندیشه سعدی نیست، اینا لطایفیست که سعدی شنیده و بیان کرده و اینا الزاماً ما نمیتوانیم سعدی رو آدمی بشناسیم که پر تناقض بوده. نه، به شاعر ما نمیتوانیم ایرادها رو بگیریم. دوست داشته این داستانها رو آورده، اون به مسائل عقلی و استدلال‌های عقلی قضیه فکر نمی‌کرده که حالا یه روزی یه کسی بیاد بگه آقا ایشون اینجا این حرف زده و این تناقضه، بنابراین سخن باطله. نه، سعدی یکی از نوادر تاریخ جهان هست و در میان شاعران ما به گمان من بعد از فردوسی سعدی از همه در واقع بزرگتر هست. و تا روزگار اخیرم، حالا قبل از اینکه این داستان در واقع نقد حافظ پیش بیاد و شهرتی که حافظ پیدا کرد و اینها، در روزگار قدیم نزد فضلا، نزد شعرا، نزد تذکره نویسان، نزد سخنشناسان سعدی است که در واقع اصح المتکلمین هست. این است که به شاعر ما نگیریم اینجور تناقضات رو، چون شاعر فیلسوف نیست، منطقی نیست. این است که این جواب سخن شما تا اونجایی که بر بنده روشن شده است. بعض اوقات هم تفنن کرده و گویا به خواست عوام تن در داده، مثل اینکه گراب چاه نصرانی نپاک است، جهود مرده میشویم چه باک است. این فکر میکنم برای یه طنزی گفته باشه، نه اینکه سعدی آدم ضد یهودی بوده باشه. نه، چنین نیست. یا چیزهای دیگر که بخشیش هم من در این کتاب مقالطات در مقدمه آوردم برای نشان دادن اینکه اینا چگونه مغلطه ایش، اینا چگونه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا و وظیف خورداری، دوستان را کجا کنی مظلوم، تو که با دشمنی دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنی نظر داری. خب این مغالطه است، بخواد به جهت این که
میگوید ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترس و وظیفه خورده. خب خودش مغالطه است از نوع مصادره به مطلوب. کدوم کریم؟ در کجا خزانه غیب؟ از خزانه غیب چیزی نمیاد. شخص باید کار بکنه صبح تا شب، کشاورز باید کار بکنه صبح تا شب تا یک نانی تولید کنه برای جامعه، و شخص باید از بام تا شام زحمت بکشه بتواند عیالش رو غذا بده. این است که از خزانه غیب چیزی نمیاد، بنابراین این مغالطه است. بله. دوستان را بعد میگوید که میگوید گبر و ترسا وظیفه خور داریم، و بعد میگوید که دوستان را کجا کنیم مردم تو که با دشمنی. یعنی گبر و ترسا، گبر این لغت توهین‌آمیزی است به زرتشتیان، ترسا هم او هم یک لقب توهین‌آمیزی است به مسیحیان. میگوید تو که به اینا قضا میدهی و به اینا روزی رسانی میکنی، که اینا که دشمن تو هستند به اینا میرسی، تا چه رسد به دوستان که مسلمانان پاک و پاکیزه باشند. به نظر من بزرگترین دشمنان خدا همون مسلمانان بودن، اولیه بودن، بنیانگذاران اسلام بزرگترین دشمنان بشریت بودن. به جهت این غیر خود رو نفی کردن و شمشیر به روی انسان کشیدن به خاطر عقیده و غیر خودی، این حرکات ضد بشری و فاشیسم از همینجاست. حالا سعدی بارون ندیده. اینا مغالطه به عنوان در واقع مثال ها از مغالطه، اتفاقا اینا رو بنده در مقدمه آوردم. یه دیگه دو مورد هم از مولانا آوردم. اما به سعدی نمیشود گرفت و از ارج و مقام و عزت و حشمت و شوکت سعدی و مولوی کم نمی کند اینجور مغالطات. سوال خوبی کردید. خدمتتون عرض کنم که هفته پیش با آقای فروزنده برنامه اجرا کرده بود در مورد اصلاحات ارضی. ایشون چند مورد نکته گفت که من به نظر من اشتباه اومد. گفتم که یایی که در حضور ذهن شما نداشتید جواب آقای فروزنده رو در این چیز بدم، که اولا دهاتی که ایشون میگن 200 کیلومتر با هم دیگه فاصله دارن، این فقط در حاشیه کویر ایران اینجوریه، و بیرجن به پایین، نهروندان به پایین، به طرف زاهدان و پایین تر از اون چابهار و اونها ممکنه دهات باشه با فاصله 200 کیلومتر. من در دهه 1340 بیشتر ایران رو خودم گشتم، همچی چیزی که ایشون بفرمادن 200 کیلومتر اینا با هم دیگه اصلا همچی چیزی نیست. و هر جا که آب باشه و زمین باشه مسلم یک آبادی کوچولو هم هست. در شمال خراسان که اصلا همچی چیزی نیست، دهات حد اکثری که با هم دیگه فاصله دارن 4 کیلومتر با هم دیگه فاصله دارن، یا 5 کیلومتر در شمال خراسان. حالا که طرفای مازندران و شمال و اینا که جای خود داره. این یک مورد خواستم خدمت شما عرض کنم در مورد اصلاحات ارضی که ایشون بفرمود که خیلی به نفع بوده. من نظرم این نیست، نظرم اینه که اصلاحات ارضی به کشاورزی ایران بسیار بسیار صدمه زد و کشاورزی ایران رو از بین برد. حتی زمانی بوده که میگفتن ایران قله کشاورزی آسیا بوده، حالا اگر آسیا هم نبوده جنوب غرب آسیا که بوده و بیشتر گندم اینا در ایران تولید میشده. واقعا با اصلاحات ارضی همه چیز از بین برد، چون و اینا هجوم آوردن به شهرها. اگر که اصلاحات ارضی پیاده نمیشد، طرف اون زمیندارم طرفدار شاه بود در 57 مسلم خالی نمیکرد شهره. این بود که اونا چون نبودن اینا دیگه اومدن و چه شده. میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. میخواستم بپرسم آیا این هفته هم تشریف میارین برای آقای فروزنده یا نه؟ اگر که فرمایشتون تمام هست تا جواب عرض کنم، اگر مطلبی دیگر هست بفرمایید. خیلی ممنونم. خدا حافظ شما. روز شما کم باشه. عرض میکنم خدمت شما که نه، من دیدم که اساساً درست نیست. آقای فروزنده دوست من هست، من برایشون بسیار احترام قائل هستم، دوستی ما پابرجاست. ایشون بسیار شخص مؤدب و محترمی هستن، کارشون هم بلدن. منتها من دیدم این اساساً صحیح نیست که مجری برنامه در واقع به جدال برخیزد با میهمان برنامه. خود مخلص خب در همین شبای جمعه با ده ها تن ما اینجا
مصاحبه کردیم. بسیاری اوقات خطاها هم از زبان مهمانان رفت، اما ما هرگز نمیاییم مهمان رو تصحیح کنیم، گرچه هیچ خطایی از زبان من صادر نشد در این مصاحبه. و بعد من تصمیم گرفتم بهشون هم زنگ زدم که بهتر ما با هم صحبت نکنیم و فعلا این آخرین برنامه باشد، چون ساختارش اندکی به ذهن میزنه. و مطلبی هم که فرمودید من هم بر این هستم، چون ما 200 کیلومتر، من نمیدونم چند کیلومتر گفتن، ولی هموطنان که زنگ زدن گویا رقم زیادی بوده و حالا من وارد این بحث نمیشم، اما فرمایشاتون کاملا درست بود. دولت ایران، شاهنشاهی ایران پشتیبانان خودش رو از دست داد، پشتیبانان بسیار مهم رو از دست داد که در مقطع انقلاب دیگر نبودنشون. و این داستان اصلاحات ارضی هم از زیرزمین های CIA جان گرفت، به دلیل اینکه اینها به خطا رفتن، آمریکایی ها اینها گمان بردن و به اینها گزارش کرده بودن که در ایران ما کارگر فنی، پرولتاریا به زعم مارکس و کمونیست‌ها نداریم، اینا یه مش کولی هستن، کارگران بدنی که اینا کشاورزن، زمستونا میان عملگی در شهرها، اما ممکن است کشاورزان همون گونه که در کوبا و ویتنام و چین شد انقلاب بکنن، در حالی که اساسا سابقه انقلاب در ایران نبوده کشاورز علیه زمیندار، و زمیندار هم صاحب پولی نبود، چیزی نداشتن اینها که اینا میگن فئودالیسم، ما فئودال نداشتیم در ایران. متاسفانه این دیکته خارجی ها بود، به سبب ورشکستگی کشاورزی شد. 90 روز ایران داشت غذا و بقیه نفت میفروختیم و غذا میخریدیم. اینا آمارش هست. و ایران عرض کنم که یک کشاورزی کوچکی داشت در اون مقطع که به زحمت با همون شیوه سنتی میتوانست مردم ایران رو غذا بدهد. اینا یک کارهای شگفت‌انگیز کردن که من فرصت نشد در اینجا توضیح بدم. مثلا عرض میکنم اون سطح در واقع که محصول به دست میده، آرابل بهش میگن، هموس بهش میگن، سطح حاصل ده به طور متوسط در ایران یه چیزی حدود مثلا 4-5 سانتی متره. حالا دشت مقام ممکنه نیم متر باشه، جرگی خوزستان ممکنه نمیدونم 60 سانتی متر باشه، اما جای دیگه کبیره. اینا که رزبان یه چیز خیلی خیلی اندکیش، در حالی که در هندوستان خود مخلص به اتفاق برادرم ما رفتیم در اداره کشاورزی شهر چتورگار، گفتیم اونجا این زمینی بگیریم و گل سرخ پرورش بدهیم و کارها بکنیم. اون آقا که پی اچ دی کشاورزی داشت و رئیس بود گفت این شهر چطور تا 6 متر حاصل خیزه، تا 6 متر. اصلا حیرت انگیزه این هندوستان زرخیز که میگوین به خاطر زمینشه، گفت تا 6 متر. اینجا هیچ کلامش یاد من نمیره. و در کالیفرنیا به عنوان مثال ممکنه مثلا 80 سانتی متر. بعد این کشاورزی به یک نحو خیلی خیلی ظریف و دقیقی به وجه سنتی یاد گرفته بودن، هنر بود این کشاورزی در ایران که چگونه آیش کنن، چگونه زمین رو بیل بزنن، چگونه با چه بیلی بزنن و بعد کلوخ رو چگونه بکوبن، بعد ماله بکشن، بعد آب بیندازن. هزار جور این در واقع دقیقه بود در این داستان. بعد این آمریکایی ها برای که خب ایران رو بکنن عرض کنم مصرف کننده همه گونه محصولات، آمدن از این تراکتورهای آمریکایی آورده بودن با بیل هایی که از پشت که اینا خیلی بلند بود، یعنی وقتی توی زمینه که من به یاد دارم زمین هایی که گندمزار بودن در زمین های خودمان و دیگران، این تراکتورها رو انداخته بودن، خاک رس رو از پایین آورده بودن رو اون بخش محصول ده رفته بود زیر. وقتی شما می رفتید مثلا فرض کنید که اردیبهشت ماه که دیگه
سبز شدن گندم ها و نشاطی هست اینا، میدید دو تا گندم اینجا هست بقیه هیچی نیست، اون تن سه تا دونم اونجاست. یعنی اساسا این زمین های ایران برای این تراکتور ها نبود، این تراکتور ها ساخته بودن برای زمین های وسیع وسیع کالیفرنیا و جاهای دیگر که این سطح محصول ده روی زمین با اون بیلا سازگاری داشت، با اون تراکتور و اون وضعیت و اینا اصلا سازگاری نداشت. اینا اینه که تمام اینها یک کار اشتباهی بود و همونطور که فرمودید دولت پشتیبانان خودش مدیران دشت‌های ایران از دست خانواده‌های اصیل رو بیچاره کردن، فراری شدن و کشاورزان هم بیچاره به جایی نرسیدن جزی که برون به شهرها و حمالی و عملگی بکنن و بعد بقیه داستان رو میدانیم. فروختن نفت و خرید عرض کنم قضا بود 90 روز و این داستان مشهوری است. و در پایان باز عرض میکنم فعلا ما برنامه نخواهیم داشت با دوست گرامی آقای فروزنده. بفرما قربان. الو جانم قربان. از اطلاعات شما در مورد بعضی از آثار تاریخی، ولی متاسفانه دانش شما خاصه در مورد اسلام و قرآن کریم بسیار بسیار اندک و ناچیزه. من فوق لیسانس رشته ادبیات دانشگاه تهران هستم و جمیع کتاب‌های آسمانی رو چون اوستا، چون نص، چون تورات، انجیل و قرآن کریم دقیقاً مطالعه کردم. بله. در تاریخ 20000 سالی که تمدن بشری کتاب راهنمایی همانند قرآن نازل نشده. بله. و بعد چطور؟ بله. بانیان اسلام چون حضرت محمد و خلفای راشدین رو شما نمی‌شناسید. اینها شمشیر به روی کسانی می کشیدن چونها تصمیم به نابودی اسلام می گرفتن، به اینها حمله می کردن. دوست عزیز، دوست عزیز همینجا نگه دارید. دوست عزیز همینجا نگه دارید. بفرمایید تعداد جنگ هایی که حضرت رسول در شرکت کرده چند جنگ بوده؟ آقا دوست عزیز بفرمایید تعداد جنگ هایی که حضرت رسول درشون مشارکت داشتن چند جنگ بوده؟ 80 جنگ ایشون کردن که همش در حالت تدافعی بوده. نه پس من متوجه شدم که معلومات شما با عرض معذرت از وجود شریف شما، معلومات شما بسیار 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 اندک هست و پیداست که این کتاب ها رو نخوندید و متظاهر به دانستن اینها شدید. من به شما عرض می کنم با کمال خضوع و کمال خشوع که تعداد جنگ هایی که حضرت شخصا در اینها شرکت داشتن 33 جنگ بودن و هرگز هرگز اهل مکه و قریش میل به جنگ با ایشون رو نداشتن. نص صریح تاریخ طبری و ابن اسیر و مدائنی و دیگران همه اینها رو گفتن و دو جنگ رو میتوانید شما تدافعی بگوید، اون هم در جنگ انتقامی بود. یعنی بعد از اینکه جنگ بعد اتفاق افتاد و اینها بزرگان قریش رو همه رو به قتل رساندن، اینها ابو سفیان و دارالدسته قریش برای دفاع آمدن و جنگ احد به راه افتاد که در آن 80 نفر از مسلمین کشته شدن. مشهورترین شخصی که از میان مسلمانان کشته شد سید الشهدا حمزه ابن عبدالمطلب بود. و عرض می شود که جنگ دیگری که می توانیم اون رو تدافع بگوییم همین جنگ احزاب یا جنگ خندق بود که اتفاق یعنی آمدن اما جنگی نشد، فقط عمرو کشته شد، یکی دو نفر دیگه کشته شدن رفتن. بقیه جنگ ها یک سره تهاجمی بود، امر به کشتن و امر به غارت اموال اینها از سوی حضرت و آیات قرآنی به کرات و مرات در اونجا میگوید
حتی ماهای حرام که بیچاره عرباس در صلح و صفا زندگی میکردن، ایشون دستور رو در ماهای حرام هم جنگ بکنید و این سنت قدیم که بسیار سنت محمودی بود این رو هم از میون برداشتن و ماهای حرام هم جنگ و راهزنی میشد توسط مسلمانان و در این 33 جنگ تهاجمی بودن، دو تاش تدافعی بوده، اونم انتقامی، چون اینا رفتن قافله اونها رو بدزدن و غارت کنن. و عرض کنم که جنگ بعد اتفاق افتاد و بسیاری از بزرگان قریش کشته شدن، اون هم برای انتقام آمدن و جنگ احد. این است که من از شما خواهش میکنم پیش از اون که متظاهر باشید به معرفت و دانش، مطالعه بکنید و عرض کنم که کتاب آسمانی نفرمایید. ما چیزی از آسمان معتقد نیستیم به زمین آمده، همه چیز زمینیست. دوست عزیزم، هیچ چیزی از آسمان نیامده جز این سنگ‌های آسمانی، گاهی قطعات یخ هم میامده که حالا دیگه مدتیش نیامده. اینا کار آدم‌ها بوده نوشتن و درش خط و خطای علمی بسیار زیاد هست، مغالطات بسیار زیاد هست، تضاد تا دلتون بخواد درشون تضاد هست و بعد آمدن کلاه شرعی سر اینا گذاشتن، اینها رو ناسخ و منسوخ گفتن. مثل که خدا ابله یا احمقه که امروز یه حرف بزنه فردا پشیمون که حرفش عوض کنه. گفتن اینا ناسخ هستن، اونا منسوخ، چون دیدن آقا کار آبروی کار داره میره، یه چیزی گفتن قبلا که حالا موضعشون تغییر کرده، یه چیزی دیگه باید در اون باب بگن، گفتن ناسخ و منسوخ یا متشابهات و محکمات. این است که این داستان ها رو شما برای کسانی بفرمایید که عمرشون رو در این راه نگذاشتن. دوست عزیز، ما نه دشمنی با اسلام داریم نه با ادیان دیگر، مردم باید آزاد باشن در عقاید، دین هم از عقاید است نه از حقایق. بنابراین امروز که ما اسیر شدیم، شلاق میخوریم و دست میبرن و چشم درز از کاسه در میارن و کساس که سنت بیابونگردان وحشی بوده، ما مجبور شدیم به اجبار و به اکراه ما نقد دین میکنیم اینجا که نشان بدهیم که این سرچشمهی که اینها میخواهن مشروعیت خود از اون بگیرن، خود داره مشروعیت نبوده و از آسمان نیامده و در کارش ستم بوده و فاشیست در کارش بوده، آدم کشی و بردن زنان مردم و فروختن آدم ها در مدینه. مدینه بزرگترین مرکز آدم فروشی بوده، این خانواده ها رو بیچاره می کردن، می گرفتن می بردن اونجا می فروختن، زن رو می فروختن به یک عرب مصری، مرد رو می فروختن به یک عرب آفریقایی و داستان چنین بود. برادر من، اینه که شما در حق خودتون و در حق هموطنان مرحمت کنید، مطالعه بیشتری بفرمایید. چه میزان وقت داریم عزیزم؟ سپر چقدر؟ 4 دقیقه وقت داریم. خواهش میکنم اگر روی خط تشریف میارین، خدا نکرده به این هموطن که دفاع کردن از اسلام، خواهش میکنم بی ادبانه صحبت نشود. سپاسگزارم از شما. صحبتی که شما کردین در مورد پیش رو، اون لغتی که به کار بردید فراموش کردم، یعنی یاد نگرفتم. کدام؟ اون لغت عیسی که گفتید که هر جامعه یک نیروی پیش رو میخواد آهوا میکنه و انشالله پیدا میشه. الیت عرض کردم، پیش رو. بله. خب من از شما یه سوال دارم که این نیروی پیش رو چه خصوصیاتی داره و این نفرهایی که در جامعه هستن به چه شکلی توسط ما مردم عام دیده میشن؟ آه، سوالتون همین بود؟ بله، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدافظ شما. ببینید، رجال سیاسی در یک کشوری ما در دانشگاه تولید نمیشه که ما در دانشگاه داشته باشیم الیت تربیت کنیم. نه، در فراز و فرود کارهای سیاسی، در فراز و فرود عرض می کنم که حوادث و وقایع سیاسی، رجال بزرگ، اون الیتی که من مقصود مخلص بود، ظاهر میشن به خاطر کارهایی که میکنن. و
خاطر اعمال و در واقع دفترچه اعمال یه کسی مثل فرد بفرمایید که مصطفی الممالک یا مشیر الدوله یا تیمورتاش یا تقی‌زاده یا دکتر مصدق، اینا در یک جامعه علم میشن و مردم اینها رو به عنوان الیت جامعه میشناسن و به حرف اینها اعتماد میکنن. این گروه در جوامع مختلف پیدا شدند و عرض کنم در روزگار مشروطه هم ما بسیار بسیار رجال مهم داشتیم که اینا رجال حد جهانی بودن. آدم مثل مشیر الدوله آدم کمی نبوده، آدم مثل تقی‌زاده آدم کمی نبوده، آدم مثل دکتر مصدق، اینها الیت جامعه هستن. این الیت باعث بتواند با هم کار بکند و مصالح ملت رو در نظر بگیرد و بتواند که عوام رو بیدار بکند و به قانون و مهر وطن و مهر به آزادی متقاعد بکند. در این کشور آمریکا 7-8 تنی بودند از این الیت که این جامعه رو از یک جامعه استعمار زده زیر سلطه انگلیس به بزرگترین و قدیمترین دموکراسی جهان مبدل کردن. حالا هندوستان البته از نظر جمعیت هندوستان آمریکاست، بیشتر از آمریکاست، اما این دموکراسی بر پای ماند و بر جای ماند و هر روز پیشرفت کرد در همه زمینه‌ها. این کشور آمریکا رو عرض می‌کنم، زیر سایه قانون اساسی مملکت که همون تعداد نوشته، بعضی ها نقش مهمتری داشتن، بعضی ها نقششون کم رنگتر بود و امروز به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و قدرت نظامی جهان هست زیر سایه همون قانون اساسی که بسیار بسیار هم مختصر هست، مختصر شاید مختصرترین یا از مختصرترین قوانین اساسی جهان باشه. این الیت بایستی باش. بعض اوقات میشن میگن مردم ایران همشون رهبرن. آقا این چه حرف باطلیه میزنید؟ میگیم ما بگیم همه سربازا جنرالن. نه آقا، نمیشه. سرباز جنرال نیست. سرباز باید سربازی چه بکنه، جنرال باید فرماندهی چه بکنه. تا جنرال نباشه سرباز هیچ کاره است. 100,000 تاشو میفرستی سرباز بدون جنرال بدون فرمانده، از ممکن است 50 نفر آدم ارگانایز مرتب شکست بخوره. این است که این حرفای باطل هم در این روزگار جنبش سبز اینا هم از بعض بلندگو دستان ما زیاد شنیدیم. وقت ما هم در اینجا هم وطنان به پایان رسید. از شما بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید، همچنین از سپهر گرامی. از هفته آینده ساعت 6 بعد از ظهر خدمت خواهم بود. سایر برنامه‌های سرزمین جاوید بر جای خواهد بود، یعنی دوشنبه ساعت 11:30، چهارشنبه ساعت 11:30 و جمعه ساعت 6 بعد از ظهر. تا برنامه دیگر، درود بر همه شما هموطنان گرامی. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.